احکام و شرایط مبتلات نماز. اگر این کار را انجام دهید، نماز شما باطل می شود. برای خواندن نماز باید احکام و شرایطی رعایت شود و رخ دادن موردی که باعث شود این احکام بر هم بخورد باعث باطل شدن نماز می گردد. با ما همراه باشید تا در این ویدیو با مبتلات نماز اشاره ای داشته باشیم. سلام، به یکی دیگر از ویدیوهای نکست مدیا خوش آمدین. برای دانستن جزئیات بیشتر در این مورد، نکست مدیا را سابسکرایب کرده و زنگوله را نیز فشار دهین. همچنین برای حمایت از ما، ویدیوی ما را لایک کنید. برای خواندن نماز باید احکام و شرایطی رعایت شود و رخ دادن موردی که باعث شود این احکام بر هم بخورد باعث باطل شدن نماز می گردد. مبتلات نماز. از بین رفتن یکی از شرایطی که باید در حال نماز رعایت گردد، مانند رعایت حداقل پوشش واجب یا غصبی نبودن مکان نماز گذار، رخ دادن اتفاقی که باعث باطل شدن وضو گردد، پشت به قبله نماز خواندن، تکلم و حرف زدن، دست بسته نماز خواندن مانند عملی که برخی از فرقه اسلامی انجام می دهد، آمین گفتن پس از حمد، گریه کردن، خندیدن، انجام عملی که حالت نماز را به هم بزند مثل کف زدن، پریدن به هوا و غیره، خوردن یا آشامیدن. شکهایی که باعث باطل شدن نماز می شود، کم یا زیاد شدن هر یک از ارکان نماز. توضیح شرایط مبتلات نماز. از بین رفتن شرایطی که باید هنگام نماز رعایت گردد. اگر در حین نماز یکی از شرایطی که باید در حال نماز رعایت شود از بین برود، مثلا در حال نماز خواندن متوجه شود که مکانی که در آنجا نماز می‌خواند غصبی است، نماز باطل است و این یکی از شروط مبتلات نماز به شمار می‌رود. باطل شدن وضوء حین نماز. اگر هنگام نماز خواندن شرایطی رخ دهد که وضوء یا غسل باطل گردد، نماز نیز باطل می شود. برای مثال به خواب برود یا باد شکم خارج شود و امثاله هم. نماز خواندن پشت به قبله. اگر نمازگزار حین نماز عمدن صورت یا بدن خود را از قبله روی گرداند به طوری که بتواند چپ و راست خود را به سادگی ببیند، نمازش باطل می شود. اگر این اتفاق سهواً نیز بیفتد، بنابر احتیاط واجب طبق نظر اکثر مراجع باطل است، اما اگر این انحراف صورت در حد اندک باشد نماز صحیح است. حرف زدن حین نماز. اگر نمازگزار حین نماز خواندن حرف بزند، حتی اگر یک کلمه باشد، نماز باطل است. دست بسته خواندن نماز. یکی دیگر از مبتلات نماز، نماز خواندن در حالت دست بسته که باعث ابطال نماز می گردد مگر در شرایط ضرورت. آمین گفتن پس از سوره حمد در نماز. آمین گفتن پس از حمد باعث ابطال نماز می گردد مگر در حالت ضرورت و تقیه. خندیدن در نماز. خنده با صدا و عمدی مانند قهقه باعث باطل شدن نماز می شود. حکم گریه کردن در نماز. گریه با صدا و عمدی اگر برای امور دنیوی باشد نماز را باطل می کند، اما اگر از ترس خداوند یا برای امور آخرت باشد اشکالی ندارد. انجام عملی که صورت کلی نماز را به هم بزند،
عمل یا اعمالی که صورت کلی نماز را به هم بزند و اگر کسی در حین انجام آن عمل فرد را ببیند و تشخیص ندهد در حال نماز است، نماز را باطل می کند، مثل کف زدن، سوت زدن، پریدن و غیره. اگر در حین نماز برای فهماندن موردی به کسی حرکت مختصر دست یا چشم و ابرو و به نحوی که حالت نماز به هم نخورد داشته باشد، ایرادی ندارد. بله، این بود ویدیوی امروز من. برای ویدیوهای بیشتر نکست مدیا را سابسکرایب کرده و زنگوله را نیز فشار دهید تا از ویدیوهای بعدی ما آگاه شوین، و برای حمایت از ما کافی است ویدیوی ما را لایک و شیر کنید. نظریات زیبایتان را هم می توانید در بخش کامنت بنویسید. خدا نگهدار شما. Thank you.